سلام و درود بینندگان عزیز، شنونده و بیننده یک کانال بروکین نیوز افغانستان هستید. امروز یک شنبه 1 جوزا یا سال 401 هجری خورشیدی که برابر است با 22 می سال 2022 میلادی می باشد. با مشروع خبرهای این ساعت، برای نخستین بار محب الله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر نقشش در سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان پوزش خواسته است. آقای محب در مصاحبه با بی بی سی در رابطه با سقوط نظام جمهوریت خطاب به مردم افغانستان گفت: چیزی که مربوط من میشه و از مردم افغانستان معذرت میخوام و میخواهم چیزی که اشتباه شده جور کنم. آقای محب به تاریخ 15 آگوست سال 2021 میلادی یک جا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از همکاران نزدیک آقای غنی توسط سه هلیکوپتر افغانستان را ترک کردند. آقای محب در حالی از مردم افغانستان عذرخواهی کرده است که پس از سقوط نظام جمهوریت و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شمار از نخبگان سیاسی و کاربران رسانه‌های اجتماعی در پهلوی سایر عوامل حکومت به رهبری آقای غنی و حلقه نزدیک به او به شمول آقای محب را مسئول اصلی سقوط نظام جمهوریت قلمداد می‌کند. آقای محب در اوسط دسامبر سال 2021 میلادی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود که همه جناح‌ها و دست شمول شریکای بین‌المللی افغانستان، فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ها در سقوط نظام جمهوریت مسئولیتند. آقای محب در این مصاحبه همچنان گفت که رئیس جمهور پیشین افغانستان به این تصمیم نهایی رسیده بود که در صورت رسیدن جنگ به کابل باید آقای غنی و حکومت و جنگ را باختگی بگیرد و به گفته او زمانی که طالبان به دروازه‌های کابل رسیدن تصمیم گرفته شد که آقای غنی کابل را ترک کند. آقای محب در این مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود که تصمیم خروج آقای غنی از کابل زاده رویدادها و جریانات 3 سال گذشته بود، نه اینکه فقط در چند روز و یا هم در آخرین ثانیه اتخاذ شده باشد. او گفت تصمیم خروج آقای غنی از افغانستان 100% به سود افغانستان بوده است. شمار از همیان رئیس جمهور پیشین افغانستان از طریق رسانه‌های اجتماعی از تصمیم آقای غنی به همکاران نزدیکش مبنی بر ترک افغانستان حمایت کردند. آنان استدلال کردند اگر غنی دست به چنین اقدامات نمی‌زد، افغانستان شاید ویرانتر از اوکراین میشدند. اما مخالفان این استدلال گفته است که بحران اوکراین و افغانستان با هم کاملا متفاوت است که با مقایسه کردن آنون نمیتوان بار مسئولیت پیش آمد در افغانستان را از دوش مسئولان درجه یک حکومت پیشین برداشت. آقای محب در مصاحبه متعدد از جمله صدای آمریکا بارها گفته است که قوای امنیتی افغانستان در حال فروپاشی بود و به خاطر جلوگیری از خوندزی و ویرانی شهر کابل خطر به زندگی رئیس جمهور پیشین تصمیم به ترک افغانستان شد. در جریان سخنرانی آقای محب شمار از شهروندان افغانستان در عقب محل سخنرانی تجمع کرد و بر ضد وی شعار سر دادند. علاوه بر آن در پایان سخنرانی و جریان پرسش و پاسخ یک بانی افغان که محصل بود بر آقای محب تاخ و تازه لفظی کرد و گفت که وی باید محاکمه شود. سفر مولای یعقوب به پنشیر به هیچ کس اجازه بر هم زدن امنیت را نمیدهیم. همزمان با افزایش درگیری‌ها و ادعای وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در پنشیر، مولای یعقوب سرپرست وزارت دفاع اداری طالبان به این ولایت سفر کرده و وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفته است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 21 می 31 سور با فرستادن پیامی به خبرنگار گفته است که مولای یعقوب در این سفر با مسئولان امنیتی و بزرگان قوم این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. آقای عنایت الله افزوده است که سرپرست وزارت دفاع اداره طالبان با باشندگان ولایت پنشیر گفته است که آنان نباید شکار تبلیغات دشمن شود و آنان باید به زندگی عادی خود ادامه بدهد. این مقام ارشد طالبان همچنان از باشندگان این ولایت خواست است که برای برقرار نظم در این ولایت با طالبان همکاری کند و تاکید کرده است که طالبان در این ولایت به هیچ کسی با ویژه اخلالگران اجازه برهم زدن امنیت را نخواهد داد. هفته گذشته فرمانده قوای هوایی طالبان نیز به پنشیر سفر کرد و از مردم پنشیر خواسته بود که به خاطر منافع دیگران نباید خود را بکشند. امان الدین منصور به تاریخ 14 24 سور خطاب به مردم پنشیر گفت: شما به خاطر منافع کسانی که در تاجیکستان و فرانسه عیش و نوش میکند و آنان از پول خون شما در آنجا برای خود سرمایه جمع میکند خود را نکشید. سرپرست وزارت دفاع اداره طالبان در حالی با ولایت پنشیر سفر کرده است که در روزهای اخیر نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و طالبان در بخش های این ولایت جریان دارد. در تازه ترین مورد، دو روز پیش جنگ میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی خنج ولایت پنشیر آغاز شد و گفته می شود که تا اکنون جریان دارد. یک باشنده ولسوالی خنج که ذکر نامش در گزارش خودداری کرده
و صدای امریکا گفته است که ده ها جنگجوی طالبان و یک از درهای فرعی انولاسوالی هجوم برده و به درگیری با طرف مقابل پرداخته است. این شاهد افزوده است که در این درگیری ده ها تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده است و هنوز هم درگیری در منطقه چوبک ولسوالی خنج میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی ادامه دارد. گفته می شود که در این درگیری به نیروهای جبهه مقاومت ملی نیز تلفات وارد شده است که تا هنوز شمار دقیق آن روشن نیست. بسیاری از نیروهای جبهه مقاومت ملی در ارتفاع نسبتاً بلندی کوه ها حضور دارند. اخیراً طالبان گفته است که عملیات تصفیه‌ای را در انسحاب کوهستانی پنشیر اندرو با برخی از ولایت‌های دیگر آغاز کرده است. این در حالی است که افزون بر پنشیر در گریمیان دو طرف در ولایت های پروان، تخار و ولسوالی های سیگانه دره اندراب، ولسوالی خوست ولایت بغلان از چند روز بدین سجیریان دارد. منبع در شهر غزنی تایید کرده است که ریاست معارف طالبان در این ولایت امروز مکتوب ارسالی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت را به تمام مکاتب های دخترانه فرستاده است که در آن از آموزگاران زن خواسته شده است تا با پوش کاملا سیاه وارد مکتب شوند. با گفته منبع در این مکتوب آمده است که هرگاه آموزگاران از این هم صف پیچی کند مورد پیگرد قرار گرفته و از وظیفه سبکدوش خواهد شد. شمار از آموزگاران از وضع محدودهای سختگیرانه بر زنان از سوی طالبان انتقاد میکند. این در حالی است که چند پیش ریاست معارف طالبان در غزنی شمار از آموزگاران زن را از مرکز این ولایت به ولسوالی ها تبدیل کرده است. پس از آن شمار زیادی از این زنان مجبور شدند وظیفه را ترک کرده و خانه نشین شوند.